بسم الله الرحمن الرحیم دوران ظهور امام زمان علیه السلام و طبق روایاتی از اهل روایاتی از اهل بیت علیه السلام به تصویر کشیده بودیم تا عزیزان بیننده ای که با قدیر آشنا هستند و دلشون میخواد با این مسئله تاریخی بیشتر آشنا بشون با یک رویکرد جدید با صاحب قدیر که امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هستن آشنا بشن و در اصر کنونی که زندگی میکنن آشنایی کامل با این موضوع مهم داشته باشن و سرنوشت خودشونو اگر در راه مستقیم هست هرچه بهتر ادامه بدن و اگر در غیر این راه هستن یه تجدید نظری در راه خودشون داشته باشن که خودشون در راه حق قرار بدهن عرض کردیم وقتی که یاران امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف اجتماع میکنند و دور اون حضرت میچرخند و اون حضرت رو به عنوان کعبه آمال خودشون قرار میدهند اولین شخصیتی که با امام زمان علیه السلام طبق روایات شیعه بیعت میکنن جبرئیل علیه السلام هست و بعد از بیعت اون اصحاب این سی و سیزده نفر که به تعداد یاران رسول اکرم صلی الله علیه و آله در جنگ بدر هستند با امام زمان علیه السلام بیعت میکنند امیر مؤمنان علی علیه السلام مفاد بیعت اینها رو به شکل زیبا مطرح میفرمایند میفرمایند اینها بیعت میکنن با اون حضرت تا اینکه در زندگی خودشون که آغاز کردن دزدی نکنن اینها میخوان جهان هستی رو از همه ظلمها و ستمهایی که در آن هست و فسادها و فحشایی که هست از آنها رهایی بخشند با حجت الهی بیعت میکنن که خود دزدی نکنن عمل منافی افت انجام ندهند که اینها صالحان و شایستگانی هستند که در طول زندگی خودشون در پی این گناهان نبودن اما این درسی است برای کسانی که دوست دارند در دوران غیبت خود از صالحان باشند و خود از مروجان راه غدیر باشند و انسانها رو از این برکه حیات سیراب کنند اینها در طول زندگی خودشون با توجه به اینکه یاران حضرت و یاران خاص حضرت اینگونه با امام زمانشون بیعت میکنند در واقع من و امثال من کسانی که این سخنانو میشنوند اینها در مسیر زندگی خودشون به گونه برنامه ریزی میکنند که هرگز دنبال این کارها نباشند و مسلمانی را دشنام ندهند خون کسی را به ناحق نریزند اینها بیعت میکنند که به آبروی کسی لطمه وارد نکنند اینهای سرفصله است که واقعا الان جهان کنونی به جهت اینکه انسان ها با این اعمال آشنایی کامل دارند که عکس اینها را انجام میدهند، واقعا انسان ها زجر میکشند و در واقع امنیت روحی و روانی در خودشون احساس نمی کنند. افرادی که در جوامع زندگی میکنن معمولا افراد محذب و تربیت شده نیستن لذا اگر انسان در اینها دقت کنه بهتر میتونه در مسیر زندگی خودش تصمیم بگیره اینها با امام زمانشون بیعت میکنن که کسی را به ناحق نزنند از اون طرف در زندگی خودشون طلا و نقره و گندم و جو یعنی معکولات اون جهانی که در اون زندگی میکنن و دارایی های اثر خودشون و اینها ذخیره نکنند و احتکار ننمایند، مال یتیم را نخورند. امیر مؤمنان علی علیه السلام در ادامه این بیعت میفرماید در مورد چیزی که یقین ندارن گواهی ندهند مسجدی را خراب نکنن مشروب نخورند. حریر و خز و اون لباس های کذایی که انسان های مطرف و متمول و دور از حق اینها رو به تن میکنن و خود نمایی کن میکنن اینها رو نپوشن در برابر سیم و زر یعنی امکانات و طلا و نقره ای که ستمگران در اختیار دارن و اینها رو گاهی انسان های واقعی و انسان هایی که سخن حق میان و در برابر باطل دست از حق بر نمیدارن اینها تطمی میکنن انسانهای را و ما در طول تاریخ شنیدیم و دیدیم انسانهایی در برابر حق خود حقگو بودن اما در برابر تطمیع مخالفان اینا تطمیع شدن و با سیم و زر دست از حق شستن و به طرف باطل رفتن اینها کسانی هستند که در برابر سی زر یعنی طلا و نقره ای که ارزشمندترین دارایی انسان میشه اونو در هر عصر دوره به حساب آورد اینا سرفرود نمیارن راه را بر کسی نمیبندند راه ها را ناامن نمی کنند و باز هم میفرماید از اعمال منافی افت اجتناب میکنند البته در ادامه روایت امیر ممنون علی علیه السلام موارد دیگری هم از مسائل بسیار مهمی که یاران حضرت در اون لحظه حساس با امام زمان علیه السلام بیعت می کنند به اونها هم اشاره می که ما در این برنامه که برنامه به اختصار هست مطالعه اونها را به بینندگان عزیز حواله می کنیم که انشاءالله پیگیری کنند و مطالعه کنند که چرا که مسیر زندگی اونها را قطعا متفاوت خواهد کرد و رفتار و کردار اونها رو تحت تاثیر قرار خواهد داد در روایت بعدی که ما می خواهیم اونو مطرح کنیم این است که حضرت امام زمان علیه السلام قیام کردن در واقع این گونه تصور میکنیم اون صحنه های عظیم الهی را که ظهور کردن و میخواهند جهان هستی را از ظهور خودشون آشنا کنند در این رابطه این است که امام زمان علیه السلام اولین سخنرانی خودشون رو در کعبه انجام میدهند با طرح این سخنرانی امام زمان رسم در واقع یک منشوری رو از عمل کرد خودشون و رفتار خودشون نسبت به دنیا برای همه ملت ها و همه جوامع بشری ارائه می کنند با ارائه این عمل کرد و این سخنرانی بسیار مهم که در اون عصر در واقع برای همه انسان ها حیاتی است همه انسان ها وقتی که این سخنرانی حضرت رو میشنون طبعا شیفته کلمات و واژگان حضرت و اون اهدافی را که حضرت دنبال میکنن میشن و در واقع خودشون رو با حضرتش هماهنگ میکنن این سخنرانی بسیار مهم و امام باقر علیه السلام میفرمایند به خدا سوگند گویی میبینم که امام مهدی علیه السلام به حجر الاسود در کنار خانه خدا تکه داده و اینگونه گونه میفرمایند ای مردم ما از همه مردمان علیه کسانی که به ما ستم کردند و حق ما را غصب نمودند یاری می خواهیم یاری طلبی از امام و هدایتگر الهی یک امر بسیار جالبی است که به خاطر اینکه کسی که این وجودها رو یاری کنه در مسیر حق قرار می گیرد در واقع با یک جواب مثبت و پاسخ مثبت هر انسانی که به یاری این حضرت گام برمیدارد، اولین پله های راه حقیقت مستقیم را طی می و ناخداگاه خود در مسیر حقیقت قرار می گیرد لذا حضرت می ما در طول تاریخ یعنی ما منظور از اون ما یعنی همه حق و همه حقانیت و همه کمال و همه خیرها در واقع در طول تاریخ مورد ستم قرار گرفته و حق قصب شده و به حقدارش نرسیده از این رو همه انسان ها و همه موجودات در واقع تا اون روز زیر ستم باطل بوده و باطل آنچه که توان داشته ستم روا داشته و این جمله حضرت سخنرانی خودشون رو شروع میکنن می کنن. بعد میفرماین ما از خاندان رسول اکرم صلی الله علیه و هستیم یعنی ما خاندان رسول اکرم هستیم و ما نزدیکترین مردمان به اون حضرت هستیم هر کس در هر مورد در باره خداوند متعال با ما بخواهد به بحث و گفتگو بشیند ما از همه به خداوند متعال نزدیکتریم یعنی همه موحدان حضرت با این جمله دعوت میکنن کسانی که در کره زمین ادعا میکنن ما یک تا پرست هستیم در ادامه میفرمایند هر کس میخواهد درباره حضرت آدم ابوالبشر با ما به گفتگو بشیند ما هر از همه به او نزدیکتر هستیم می توانیم با او به گفتگو بشینیم هر کس می خواهد در مورد حضرت نوح علیه السلام با ما به گفتگو بشیند هر کی می خواهد با ابراهیم پیامبر این خلیل و رحمان با ما به گفتگو بشیند ما به او نزدیکتریم و هر کس می درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله با ما به گفتگو بنشیند ما حاضریم چون نزدیکترین به فرد به حضرت محمد صلی الله علیه هستیم در اون از دیگر همه با نام نامی رسول اکرم صلی الله علیه و کم و بیش آشنا هستند همه انسان هایی که این سخنان دلنشین امام زمان علیه السلام میشنوند در واقع با برنامه اون حضرت آشنا میشوند و اگر جزء ستمگران و ستم بی پیشگان نباشن خودشون آماده می که امام زمان علیه السلام یاری کنن و با یاری اون حضرت در واقع که در واقع یک ارتباط قلبی در وحله اول با امام زمان علیه السلام برقرار می مسیر زندگیشون عوض می شود و می شود گفت که اکثریت غریب به اتفاق دنیا تمایل باطنی و با میل رغبتشون به امام زمان علیه السلام تمایل و میل پیدا میکنن و از صمیم قلبشون اون حضرتو دوست دارن و مهر اون حضرتو در دل میپرورانند و منتظر هستن چگونه اون حضرتو با زبان و با بیان و با رفتارشون و با دستشون و با قدرتشون تمام توانشون چگونه اون تا یاری بکنن وقتی این گونه انسان ها در دیدشون یک تحول و دیگرگونی شکل گرفت دیگه جهان هستی نزدیک می شود به اون جایی که امام زمان علیه السلام همه کره زمین را به سیطره خودشون به اذن خداوند متعال در بیارن در قسمت های بعدی بیشتر در این بار توضیح خواهیم داد و الله علی محمد و آله طاهرین